دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیرقانونی به وجود آورد. دولت انگلیس در تلاش است تا پناهجویان را مجبور به ترک کشور کند به ای که دیگر شانسی برای اقامت در این کشور نداشته باشند. با هم گزارش علی اکبری را ببینید. دولت انگلیس علا رقم رای دادگاه عالی این کشور درباره یه غیر بودن طرح اخراج اجباری پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا اصرار دارد تا به هر نحوی این سیاست جنجالی را پیش از برگزاری انتخابات سراسری و به عنوان یکی از وعده های اصلی حزب حاکم محافظه کار در زمینه کاهش آمار مهاجران اجرا کند. جیمز کلورلی وزیر کشور انگلیس به رواندا سفر کرده تا پیمان جدیدی را با مقامهای این کشور در خصوص اسکان مهاجران منعقد کند او سومین وزیر کشور انگلیس است که برای اجرای این طرح جنجالی و پرهاشیه به رواندا سفر کرده است ایده اولیه اخراج پناهجویان به یک کشور سالس برای کاهش آمار مهاجرت به انگلیس را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور مطرح کرد اما اجرای آن به دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با مشکل مواجه شد. دولت 44 روزه لیستراس فرصت پیگیری این طرح را نداشت. اما دولت ریشی سونک طی یک سال گذشته اصلاحاتی را به این طرح اضافه کرده و به رغم موانع قانونی اصرار دارد تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری اجرایی کند. بر اساس این طرح کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس میشوند، ظرف 28 روز اخراج می شوند آنها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده من خواهند شد در واقع دولت انگلیس با این طرح قصد دارد تا پناهجویان را از انجام سفرهای غیرقانونی به انگلیس منصرف کند دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکم این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد با درخواست گروه های حقوق بشری برای تجدید نظر در این باره موافقت کرد. فروردین گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت چهار روز برگزار و سرانجام بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد اجرای این طرح به دلیل مسائل حقوق بشری و آنچه ناامن بودن رواندا برای پناهجویان نامیدن غیرقانونی اعلام شد پرونده با اعتراض دولت سونک به دیوان عالی انگلیس ارجا و بر اساس حکمی که 24 آبان ماه صادر شد رأی دادگاه استیناف تایید و طرح غیرقانونی اعلام شد سونک برای دور زدن حکم دادگاه لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد تا کشور رواندا به عنوان یک مقصد امن شناسایی شود بر همین اساس وزیر کشور انگلیس راهی این کشور آفریقایی شده تا پیمان جدیدی را با مقام های رواندا منعقد کند. دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد با درخواست گروه های حقوق بشری برای تجدید نظر در این بار موافقت کرد. دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیرقانونی به وجود آورد از جمله موارد پیشنهادی در طرح دولت شامل افزایش دست مزد حد اقلی برای نیروی کار متخصص خارجی از حدود 26 هزار پوند به 38 هزار پوند است. از جمله موارد پیشنهادی در طرح دولت شامل افزایش دستمزد حداقلی برای نیروی کار متخصص خارجی از حدود 26 هزار پوند به 38 هزار پوند است. دولت محافظ کار ریشی سونک همچنین تصمیم دارد تا بر اساس این طرح نیروی کار در بخش بهداشت و درمان نتوانند خانواده های خود را به این کشور بیاورند. طرح فرستادن پناهجویان به رواندا محور سیاست مهاجرتی دولت محافظ کار بود که خود را برای انتخابات عمومی سال آینده آماده می کند. آن هم در حالی که برخی رای دهندگان نگران تعداد پناهجویانی هستند که با قایق‌های کوچک خود را به بریتانیا می‌رسانند. اما تصور می شود که وعده دولت برای متوقف کردن موج ورود این پناهجویان که با عبور از کانال مانش خود را به سواحل جنوبی بریتانیا میرسانند با بنبست جدی مواجه شده است.